شب رشته تقدیم میکند. تقدیمات از عبدالجبار رشته. عبدالجبار رشته تقدیم میکند. خوش آمدی یوسف. سلامت باشی. اینجا را آسان یافتی؟ با تفصیلاتی که با وسته پیام فرستاده ده اهمیت دادم و برای یافتن اینجا دشواری نکشیدم، اما کسی تخمین کرده نمیتواند که اینجا چنین یکی مرتی هست. شما این را ساخته اید. از این بعد همه این ملاقات های من و تو اینجا برگزار میگرده. غیر هر دوی ما اینجا را کسی نمیداند. فهمیدم. وقتی که ضرورتی دیدن تو پیدا می شود، مثل پیامی که امروز گرفتی، پیام می فرستم. اگر تو هم می خواهی که مرا ببینی، عیناً همین پیام رمزداری مرا استفاده می بری. و اکنون هر چیزی که من می گویم در خاطرت نگاه می داری. اگر چیزی را نفهمیدی، به چیزی مطمئن نگشتی یا به چیزی اعتراض داری، همینجا می پرسی و حل می کنی. اگر سوالی داشته باشی بپرس و جوابت را بگیر. از اینجا بیرون در یگان جا، در یگان مورد نزد من نمی آیی. هیچ گونه تماس با من نمی گیری. فهمیدم. با گوش کردن سخنهای من آماده ای؟ آماده‌ام.
شاید آید به قدرت‌های پنهانی که جهان را اداره می‌کنند بسیار چیزها شنیده باشی. بله، بسیار چیز شنیدم، بسیار چیز خواندم. یک قسم آنها به تولید نظریه‌های دسیسه باعث می‌شوند. تا روبرو شدن به حقیقت همه چنین فکر می‌کنند. در آن مجلسی که در 100 سال یک بار برگزار می‌گردد، من هم شرکت ورزیدم. اما هنوز هم بسیار چیز را نمی‌فهمم. تو تنها نمایندگان آن انسان‌هایی را که دیده نمی‌شوند دیده‌ای. برای حقیقت را فهمیدن و بودن ایشان باور کردن، 100 ساله گذشته به خون آغشته انسانیت را باید دید. در پشت این همه یک دولت مقتدر دنیا ایستاده است. آمریکا یا انگلیا؟ هر دویش هم نه. چین، آلمان، فرانسه، اسرائیل، روسیه، یگان تای اینها نه. خیران دولتی که شما میگوید کدام است؟ یک دولتی دیگری آزاد دنیا، بی وطن، بی ملت، بی درف، بی دین. یک دولت است آن. اقتدارها را، مرزها را آنها مقرر میکنند، آتش جنگ ها را آنها در می دهند و در آن شکل که خودی آنها می خواهند انجام می دهند و همیشه همه چیز به منفعت آنها انجام می یابد. خیانت استینلی خیالاً مرا با گذشته برد. این وضعیت به نتیجه برداری کارهای دیگر که استینلی به عهده داشت و هنوز به فرجام نرسیده است تأثیر خواهد کرد. اندیشه گذشته به ما منفیتی نمی آرد. ما آیدی آینده باید تدبیرها بیندیشیم. من این خیانت را هیچ فهمیدن نمیتوانم کارین. این برای من یک تجربه تلخ گشت، اما من این بیتالگی را به منفیت کار باید استفاده برم. باشد، اما این را چطور کردنی؟ از این بعد من دیگر طرز کارم را از همه پنهان میدارم. وقتی که من از صداقتی سرگی شبه کردم، افسوس که از پی سنجشی آن نشدم. امروز اکنون که می داند چی باعث شده برای رحلت سرگی، تا معین شدن خاندان نو در روسیه، نگاه داشتن توازن در آنجا بسیار دشوار می گردد. درست می گویی. وقتی که ما آید به جنگ های بالکان در اندیشه دیگر بودن استین رو فهمیدیم، واکنش نکردیم، عاقبتش بین چی شد؟
باشد، تو اکنون با میستر رابرتسون این وضعیت را چطور میفهمونی؟ فردا با لندن رفته با اون کس شخصا ملاقات میکنم. گمان میکنم که به نزدیکی نماینده این نو را معین میکنم. با تو براری کار میخواهم. اصلا بستا اون خبرهای خوش هم دارم. تو درباره کدام خوش خبر گپ میزنی؟ خوش خبر کاری یوسف کوزوزاده است. او حیات خود را در خطر گذاشته، دعوا کرد که در کانسی خیانتکار است و این دعوای خود را اثبات هم کرد. فردیناند فرمود که پیش از گذشتن مارس با شما یک کار را همراه انجام دهیم. برای همین شما را به اینجا آوردم. برای به ترکیه گذشتن در اینجا یک موقع خوب یافتیم. از ما چگونه کمک میخواهید؟ با هیئت سلاحدار من که همراه کار میکنید در این نقطه امنیت آنها را تامین میسازید. آدمان شما چند کس هستند؟ تقریبا 100 کس. در وقت معین گروهی 15 نفره از این وادی پیاده میگذرند. وقتی که آنها از اینجا میگذرند شما کار کنید که با آنها کسی نزدیک شده نتواند. سر میکنیم و زود به آخر میرسانیم. سر کنید. فردیناند خبرهای خوش رو انتظار است. ارکستر بابور در عرفه پر رگشتن از یورگن غیژگ نواد رو از آن جمله به صبرانه انتظارم. چی بوده از حکایه آن غیژگ نواز؟ برای دانستن وضعیت او پاداش ضروری است. چیگونه پاداش؟ بی خوف و سلامت باید غیژگ نواز را نگهبانی کنیم. یعنی تو هم همین طور مخته ای؟ آره، تا گلگه گشتم چند بار فرمان قتل مرا صادر کردند که تخمین کردن نمیتوانی. تو در بیزوالی پولو دلیمدار رو با اخیلیس مانند کرده بودی، اما تو همون یک سوستی او رو هم نداشته ای. در موضوع بیزوالی شاید حق باشی، اما میان ما فرقیت بزرگی هست. من اون سوستیه که اخیلیس داشت ندارم، ولی پولو دارد. وطنش. من پولو را توسط وطنش نیست میکنم. غیژگ نواز رو هم محض برای همین به ناحیه جنگ زده فرستادنی. نه، اما تا آنجا رفتنش اینجا در کار است. کی رو باید کشد؟ خوش آمدید. با شما تشکر که مهمان خانه ما رو انتخاب کردید. استراحتی خوش.
دیفیران بی جاویدی اندری را می دانی؟ بی راهنی خونالودی یوسف پیغمبر را برادرانی او به یعقوب پیغمبر نشان می دیند. مسلمان ها حکایه جالب در حقی او دارند. ناحق نیستند. در آن عشق، خیانت، توکل، مهر، اقتدار، همه چیزی که به انسان تعلق دارد هست، یعنی همه چیزی که ویژگی بنی بشر را آشکار می نماید. باندشه من موضوعی از همه توجه آور امروز همین خیانت است. آن موضوع دیگر فرجام یافت. یوسف قزوزاده خوین را به کنسی سپرد؟ آره. خوین کی بود است؟ دوستمان استنلی. این هیچ ممکن نیست. تو را برای بررسی وضعی نوی توازن منطقه دعوت کردم. یوسف قزوزاده با کرسی برانی میشیند. همچون نزدیکترین دوستی من. یوسف قزوزاده اگر همه حدها را بگذارد هم برخوردی او با گلگه ناگزیر است. در این مدت که گلگه با خالدینگی قزوزاده همکاری دارد، شاید به پیدا شدنی هر گونه مشکلات مانی خواهد بود. بگمانم یوسف قزوزاده حمله های تجاری نمی کند. موازنت بین آنها را تو تأمین می کنی. من به شما در هر ساحه، هر گونه استراتیگیا، گزارش و فکرهای بیکروکی در چارچوبه عقل و منطق باشد پیشنهاد کرده می توانم. اما میان روی یک انسان دیوان افزا به رحم و ظالم و خونخوار بوده نمی توانم. این مشکلی من نیست. مرحمت گذارید استراحت کنید. خوش آمدید. تشکر. شما برای آن خدمتی که به محتاجان محله ما برای سلامتیشان کردید ثواب بسیار می گیرید. کاری که برای ثواب کرده می شود تنها برای ثواب کرده نمی شود. ثواب خرسندی بخش هم هست. واقعا بسیار عجیب است. پیران محله ما از طبابتی که از شما گرفتند بسیار خرسند شدند. اما یک زمره دیگر از شهر نزدیک نشدند. اصلا من با اونهایی که سروغشان معلوم است کمک کرده می توانم. در تیب شهر محیا نمی شود. همین طور نیه اوگوی حسنو؟ ها بله البته خانم سیبیل. از روزی نمی شوم. این رو بدون. چی شد خاله جان؟ خوب هستید خاله جان؟ نبیره اتون آزار داد مگر؟ چند روز است که دستش پوری پول می آید. هیچ کجا کار نمی کند. پول رو از کجا گرفتی گویم جواب نمی دهد. با اجازتی شما من باید بیروم. التماس گریه نکنید خاله جان. من با شما آب بیارم. سلام آقای جاهید. خیر آقای جاهید. خوش آمدید. سلامت باشید سیبل.
صفیه کجاست؟ به شما خبر نداد؟ چی رو باید خبر میداد؟ او رفت. نفهمیدم کجا رفت؟ به سوریه. تو در بین شدیدیان لعنتی چیکار میکردی؟ من پدر ندارم، مادرم و سه دادرم دستی مرا نگاه میکنند. در وقتی جنگ ما برای خوردن نان نمیافتیم، با ما آنها غمخوری کردند. پول هم میدادم؟ البته میدادند، من هر ماه 300 دلاری میگرفتم. تو هیچ پرسیدی که آنها دلارها را از کجا می‌یابند؟ مثل خودت رفیقان دیگرت هستند؟ هستند. در عراق جایهایی هستند که من بر این جوانان تعلیم حربی می‌گیرند. یعنی تو قماندان شدی؟ بله، و در اونجا پدرم بر این آدمان رو من تربیه میکردم. با تو چیکار کنیم؟ من برای آنها بسیار عزیزم. اگر مرا برگردونید، شاید آنها به شما اسیران ترکمن را دهند. خیر، تو چی میشوی؟ مرا میکشند. خور آشد شود. اسما بس است. بعدی بسر شما آمدن این باقیه ها شما را دیگر تنها به هیچ جا نمی فرستم. تنها نمی رویم قماندان یوسین، سلاح هم می دهید کو. هیچ از رایتان نمی گردید؟ نمی گردیم. تو ما نفهمیم که خیش و تباری ما اونجا چی احوال دارن، آرامی نداریم. همراهتان سلاح و تجهیزاتی لازمه بگیرید و دیه که رسیدید خبر دید. با دقت باشید. هرچی از دستمان آید میکنیم. تو زن و دختران هرچی به دوششان افتاده است نکنند، این خون ریزی قطع نمیگردد. نباشید. خوش آمدید. خبر نداده آمدید اکفری صدد. من خودم آمدم، آنها خبر ندارم. خوب یاسین، فهمیدم. تو بزدید. جواب ده صفیه، جواب ده.
صفیا؟ گوش میکنم جاهید. در کجایی تو؟ در سوریه. بسیار سرکور بودی، ناراحت کردن نخواستم. میدونی چی صفیا، من فهمیدم تو از من که رنجیده ای، از سر خشم این کارو کرده ای. مسیحت کرده بودیم. من پیشتر تو رو گفته بودم، تو نه گفتی. یک چیز رو از نو مسیحت کردن نخواستم. جاهید؟ گوش میکنم صفیا. آوازت نامد، گمون کردم که خاموش کردی. درست میگویی، یک چیز رو ده بار مسلحت کردن ضرورت ندارد. خیر تو بازدید. چون برون یک کنسیر رو تاسیس دادو، شما اعضای اون کنسیر رو در یک شب کشتید. آره، مدت زیاد حبس شدن فهمی، فلج شوی دادرت، سپس گم شدن تو، مرگ وهاب کوزوزاده باعث ضعیف گشتن عائله‌ات شد. فهمی خواست که با تاسیس کنسی به همه این خاتمه گذارد و نیرو نشان دهد. شما اول اجازه دادید که کنسی تاسیس دهند، پس آن آنها را در یک میز نشانده خوب آشکار کرده نیست کردید. بله، به فهمی درس دادم. به اجازت من کسی کنسی تاسیس نمی دهد. آخرین برانی که کنسی تاسیس داد من بودم و به این کار نقطه گذاشتم. خوب، یک چیز پرسیدنی بودم. در حالی که همه تا اویله ما رو مرده می پنداشت، شما از کجا می دانستید که من زنده هم؟ اگر دشمنانمون چیزهایی داشته باشند که هیچ دیده نمی شوند، پس ما نیست در ساختار دولتمون سازمانهایی داریم که دیده نمی شوند. پس آنهای سازنده نقشه هایی که به من ارتباط دارند و خواجه هم مکتم را هم، آنها پهلوی من نهادند. آقای اورهان در کجا؟ گذر در پشت بینوس. چیزی رو میکوبید اکن؟ بله میکوبم. چی میکوبید؟ چرا میپرسی؟ من از همین محله هم، یکان چیز لازم باشد گفتم به شما کمک کنم. من هم آدمی همین محله هم، دانستن میخواهم که چی گپ شده است. پیشتر به اینجا آمده بودید اکن؟ البته، همیشه به اینجا میامدم. اینجا چی شده است؟ چی هم میشود اکن؟ یک معلومات دادند، پلیس آمده مهر زده رفت. چی معلومات دادند؟ خودتون میفهمید که اکن؟ مسئله این لوتو. البته میفهمم. این لوتو، من بازینگری ماهیرم. یکم ضرر، دویم ضرر، سیوم فایده بزرگ. عینن همین خیل. هر کی به این مهر بندد در زندگی راهش رو مییابد. خیر، حاضر کارها چطور؟ من نمیدونم اکا، این خیل چیزها رو صرفم نمیروم.
تو را داشتم. اینجا بیا، این مور قلبکیست، این را پلیس مور نزده است. تو چی مرا کودک می داشتی؟ اول میگویی که پلیس مور زده است، اندک پس میگویی که بیا اکا تو را برام بازی کن. نه اکا، من این کارها را نمیفهمم اکا. استاد، من پلیس نیستم، پلیس نیستم، ایست، پلیس نیستم میگویم، ایست. من پلیس نیستم، کارمندی بیمارخانه‌ام. من همه کار را به خاطر سلامتی کردم. من این راز نامی تیب میگویم. سران چرخ زد، جگرم از کار برم. دسته یکم می آید. آقای پولاد آمدند؟ هنوز نه آمده است. یکان کاری ضرور داری؟ از استخبارات مرزبانان معلومات دادن که گروه عبارت از 100 نفر که با گروه ارتباط دارند برای گذشتن مرزهای ترکیه آمادگی میگیرند. درفش سیاه هم آماده است، ما هم حسین. در گروه اینچنین دو سنایپریست ماهر که از اروپا آمدن نیز شامل بودند. آنها همراه نشوند نمی شود. امشب در ترکیه جلسه سران قبیله ها برای امور صلح برگزار می گردد. فعالیت بانکی به فرجام رسید آقای کنان. همه پول به حسابی که گفته بودید گذشت. هیچ گونه دشواری نبود؟ نه، تنها به مهلت دور و دراز اگر پول از صورت حساب به مقدار کلان گرفته نشود منفیت آور است. پروا نکنید آقای میتد، صاحبی پول باز یک مدت در اینجا میموند. گوش میکنم. یک مهمون آمده است آقای کنان، اجازت نامه ندارد اما کاری ضرور داشته است. او کی بوده است؟ نامش وسیلی، برای شما رو دیدم از خود روسیه آمده است. بیاید. خوب جناب. شما میتونید روید آقای میتد. برای در یک فرصت کوتاه کار رو به نقص به انجام رساندنتون پاداش خواهید گرفت. من این رو برای پاداش نکردم آقای کنان. میدونم شما وظیفتان رو کردید. من نیز همچون راهبر باید وظیفه خود رو اجرا کنم. چه خیلی که مناسب دونید. روز بخیر. روز بخیر. در بیرون باش. خوب. میدونی که من کیستم؟ بله، تو آدمی هستی که زمان مرا کشتن میخواستی. تو حادثه گذشته را باید آوردی. من آنها نمیدانستم که این تویی. من با تو هیچ دوایی ندارم. درد من با دوست همکاری کردن شماست. من با دوستان همکاری نمیکنم. پس نمیدانستی که با کی کار میکنی؟ و تو هم نمیدونستی که با کی صحبت میکنی. رسکار پولی مرا دزدید.
ولی افسوس که او این رو انکار میکند. اگر ما امکانی رو برای صحبت کردن میداشتیم، چشمش به چشم من که بر میکن اینطور نمیگفت. اما با راسکال آدم بر این صحبت کردن نمیشود. پس چرا در اینجایی؟ تو آدمی کارچالانه، گمون کردم که آدم بر این صحبت کردن میتوانه. تو رو گوش میکنم. راسکال برای تازه کردن پول به بانک احتیاج دارد. بانک خاندان کوزوزاده ها را بسیار خوب انتخاب کرده است. چی میخوایی؟ آن را بگو. برای راسکال فرق ندارد، اما برای شان و اعتبار شما این بسیار مهم است. اگر نمیخواهید که آوازه پولی حرام را در بانکتان مردم بشنوند، حق مرا که نیمی پول است میدهید. خوب مایلش، از من خبر انتظار شد. اگر حق باشی راهی حلش رو میابیم. راسکال را راضی کن تا با یکان جانب ضرر نرسانده این کار را حل بکنیم. شاید من هم در بانک شما پولم را بمانم. سر میکنیم. با ما از خوبر نزدیک تو قفقاز و افریقای جنوبی 13 جای برای کار پیشنهاد شده است. در بین آنها نام همکارانی پیشین امونیس است. آنها ما را پزما شدند. من هم مشتاق ماجراهای نو و سیاحت گشتم. نقشه های سیاحت رو یک مدت موقوف میگذاری. تو یک اظهارات صادر کردنی من بیرون از ترکیه گنکاری نمیگیریم. مرکزی نوی ما استانبول میشود. ما بسیار چیزها رو از دست میدهیم. جای خواتری نیست. من همه طرف فکر کردم. برای فایده تو من باید مشاهده هایم را بگویم. چی بوده است؟ تو دیگر شده ای؟ بله دیگر شدم. در حیات ما بسیار چیز دیگر می شود. اگر عادت بکنید خوب می شود. دیگر شهر را هم دوست می دارم. استانبول را هم. I'm okay. No problem. این پیشنهادو از خود ترکیه هست. مسال پترول، این شرکتی با خوزوزاده ها همکاری داشته رو من تحقیق میکنم. من با تو گفته بودم هدف اویله خوزوزاده هاست. کو ببینیم آخرین نقب از کجا می براید. بیا حقی. من حاضر خوبتر میفهمم که کنان چه روزها را از سر گذرانده بوده است. واقعا این پسری من یک جوان مردی نیرومند است. خوشبخت هستید جناب. پسران شما با آیلتان سازگارند. نیرومند و صاحبی خصلتی خاصه. یوسف آمد؟ نه آقای فهمی، ملاقات های بسیار داشته است و باز گفت که دوام روز به شرکت آمده نمیتواند. گفتنیم که امروز کسی نزدیک کنان آمده بوده است. او کی باشد؟ وسیلی نام کارچلانی از روسیه. با کنان چیکار داشته است؟ جناب به فکرم با مسئله پول آمده است. پیش از این مرد میتد نام رئیسی بانک با آقای کنان ملاقات داشت. میلش مان که خودش چیزی که خواهد کند، ما کاری خودمون رو میکنیم.
به ملاقاتی که گفتید آمادگی دیدم. برای معین کردن وقتی آن خبر انتظارم. دسته این نو می آید. اینها دیگرند. همین تپه را گذاریم به دهه می رسیم. بله، امیدوارم مادرم و دادرانم صحت و سلامتند. تو رو دیده بسیار خرسند می شوند. باز یک زنی دیگر بود. نمی بینم. در بابت پوست فوق‌العاده حق برآمدی. حاضر این مهم نیست اریل. خلاصه مسئله چیست؟ خواهیم بودن استنلی را اثبات کرده. او را قتل کننده است. جناب استنلی را؟ آدم اولستان را؟ بله. یوسف قصوزاده نه تنها در کانسی آبرو گرفت، بلکه این چونین با کارین دوستی نزدیک شد. عجایب. در پیش چشم همه ما علیمدار را پرانده بود، ولی با هیچ راه جانی پولاد علیمدار را گرفته نمی شود. این کار باز هم تماشا باب شد اریل. او باز چی کارها میکند نمی دانیم. هر لحظه در هر جا از پیش ما برآمده میتواند. برای من هیچ مشکلی نیست. با تو گفته بودم که او را باز هم از نزدیک شناخته میخواهم. با یوسف قصوزاده نزدیک شدن امکان ناپذیر است. از او با ما نفع نیست. تو نگران نباش، همه کار از روی نقشه من رفته ایستاده است. مسئله اساسی هم همین نبود؟ بله، اما پیش از همه من باید فهمم که او چیکار کرده نیست. خوب باشد. از کجا آغاز میکنیم؟ از هارا گرفته با کاردینال بردم، اما کاردینال با یک بهانه ناجا با خریطه بابلی من مهر نزد. من باشم خریطه‌ام را با خون او مهر زدم. بعد از سارا گرفته با کنسی عالی رفتی. برای اقداماتم در منطقه با باوری دوستم کارین در آمده براه بر آمدم. در بابت جغرافیا همه آمادگی ها به فرجام رسیده بودند. می توانستم به حرکت آغاز کنم. تمام گروه های تروریستی منطقه را دستگیری کردی. تمام جنگ ها را از جهت مالیوی تأمین کردی، ولی خریطه منطقه را هنوز ترتیب نداده ایم. بجای آن
خریطه بابل را ترتیب دادم. آریل، تمام سنگ های بین نهرین را به حرکت در آوردم. اکنون وقتی حاصل غنداری است. در منطقه یکون قوه نیست که به مقابل من برامده تواند. ترکیه و دوستانش استثنایند. بعضی قوه ها در این مناطق اگر روس گبرو گفتن جایز باشد مرا ضعیف کردندند. آنها حکومت سوریه را دستگیری کردند. بعدن باشد آنها ترکیه را دستگیری کردند. در این میان با فکری آینده من توانستم بعضی کارهای تجارتی و استراتژی کنم. پولاد را به تنگ آورده از پسی توریوم شدی. صرفه‌کاری کار آدمان است که میمیرند. من نخست صرفه‌کاری کردم دوست ماریل. توریوم داروی است که مرا جاویدانه میگرداند. تقدیر منطقه را تنها دو دریا مقرر نمی کند، بلکه کانهای زیر زمینی. هر کی با توریوم و تکنولوژی کار کردی اون صاحب گردد، در آینده او شو خواهد شد. در جمع آمدی قبیله ها تقدیر همه حل می شود. در آن اشتراک نکرده چی طور نتیجه برداری می کنی؟ با مروان اتفاق مخفی بسته. بعد اون که با مروان طبق نقشه زد و خورد کردن، همه گمان دارد که او دوست پولاد علمدار شده است. همایش قبیله ها برای من آغاز دوره نو می گردد. قبیله های دوست مروان را دستگیری کرده اعتبار او را پست می گردانی. دولت بابل را سازمان دهی، کسی حکومت او را اعتراف نمی کند. عجایب، همین طور نه؟ ولی یک چیزی آخرین را نفهمیدم. پورس آریل، وقتی که خواجه را از دست من ربودند، این تیر را از آنجا گرفتم. این تیر از سلاح تو برآمده است. من به این باوری دارم. چرا خواجه را نجات دادی؟ محض آن همین نقشه شاهی بابل شدنم است. در این سرزمین کی کی میمیرد من معین میکنم. اوکی؟ با آتش پرتا. این کتاب بر از کن پیسان نامد. سال هاست که همین گبر رو میگویی، ولی تکرار با تکرار میخونی. نمیکنم. راز کن یک کتاب رو دوبار نمیخوند. براو دیگرش رو بیار. امیدوارم خبرهای خوش آورده ای. پول رو انتقال کردند. همه پول در صورت ثابت است. میتر راست میگفته است. کس از همکاری با تو زوق میبرد. هیچ دشواری ایجاد نکردی. من هم از تو همین رو انتظار بودم، ولی این طور نشد. اگر از سورپریز های بد وسیلی بگویی آن دیگر نمیشود. این مسئله حل شده است. اما وسیلی این طور نمیگوید. با کی میگوید؟ چی میگوید؟ امروز با آفیسم آمد. فهمیده است که من و تو همکاری داریم. چه میخواهد؟ پولش رو. خطا میکند. خطایش رو با بهای جانش اصلاح میکند. اگر پولش رو ندهیم ما رو فوش میکرده است. من اون پول رو میتونم از دست دیم.
اما نمیخوام که بوی این کار برای درسکول. وسیل یکنون مرده است. مردگان گب نمیزنند. این کارو باید با عقلانه حل کنیم. از این اویله من شاید ضرر بیند. رسکون با اویله تو احترام میگذارد، ولی وسیل اون پول را گرفته نمیتواند. گوش کن رسکون، اگر تو با من باز هم کارهای بزرگتر کردنی باشی، این کارو چنان حل میکنیم که من میخوام. من اصلا میخوام که کودک ها را از جنگ بیرهونم، زن ها و هرکی را یاردن بیدیم. ما واقعا در این وضعیتی که قرار داریم همه مردم محتاج را با سلاح تامین کرده نمیتوانیم. در این جنگ هیچ قانون قاعده رعایت نمیشود. من میدونم تیر تو را میوبد. اگر روزت بود شده باشد نمیگوید که برای یاردن مردم اومده ای یا مساعدت کردن به بهبودی سلامتی آنها. من این را دانسته اومدم. خوب، شما در مجموع از ما چی میخواهید؟ برای مردم دهه خوراک، لباس و دارواری آوردن تنها راه یگانه حل مسئله نیست. مقصد اومدنم به اینجا به آنها زیادتر منفعت رساندن است. ولی اول شما به من کمک کنید. ما باید چکار کنیم؟ مساعدت کنید تو با مردمی که در جنگ بودن صحبت کنم. به نزدیکی ما در یک دهی بودیم که مدتی مدید در محاصره بود. آنجا رفتن بی خفتر است. کی می رویم؟ حالا کمی دم گرید، ما به شما خبر می دیم. مایلش، تشکری زیاد. ما واقعا او را به ده هم میبریم. خواهر پولا در این دار برای یاری دادن به آدمان آمده است. پوسد چی نگویم؟ اسما چی شد؟ همه اشان مردن. خوب استی؟ من خوبم، اما دیگر ها مردن. دسته یکم آماده باشد، نرویم. زود شد شد، گذر شین، آرام شد. کمی پس یک دسته دیگر می آید. نیمش تمام شد، نیمی دیگرش ماند. این کار را به انجام رسانده، زود به ترکیه وارد شدن می خواهم. اول این کاری که میکنی چی است؟ فرموله های نو را دیدن می خواهم. نه، با پای خود آمدند. به اطراف اهمیت بیاید. هوشیار باشید. زیادم و پنهان شدم. در اینجا بودنی ما رو میدانم، باید جای ما رو عوض کنیم. اندک پس یک دسته 15 نفر از اینجا میگذرد. اینجا را ترک کردن نمیتوانم. پس همه کارمون برباد میرود. Thank you.
اینجا باید رویم. گروهی یاری رسان می آید، مگر اینها را گذاشته می رویم؟ بیا خود را دوچار خط نگردانیم، آنها خودشان علاج کار را می آبند. هر چیز زودتر باید رویم. خب می رویم. اینجا سنایپریش چی کار میکند؟ کمین گیرید، پنهان شوید. اینها برای بی‌خطری نبداری میکنند. پس اکنون نوبتی ماست. هر کی یک کس را نشان گیرد، اگر در آتش باری نخستی نزنیم دیگر آنها را یافته نمی شود. با دقت باشید، امری مرا منتظر شوید. آتش! پایان می‌فرایم. رفتیم. این موضوع رو هرچی زودتر باید محکم کنیم. سیستم باو نباید از این خبردار شود. میدونم آقای فهمی، خیرت که اونقدر خطرناک نبود، اما این رو به سود حل کردن نمی شود. من برای همین خواستم با شما وخورم. هرچی ضرور است بکنید. من میخوام که این مسئله هرچی زودتر حل و فصل شود. من مشغول میشوم آقای فهمی. اگر ضعیفی شرکت رو اعتراف کرده، پرداخت های لازمه رو اجرا کنیم، مسئله طول نمی کشد. اگر ضرورت باشد با کارگران اویله هایشون صحبت کنید. مسئله به دخالت محکمه حل شود. هرچی می خواهند پول است یا چیز دیگر می دهیم. با فکرم راهی حل مسئله شرکتی ما نباید که تنها این باشد. در همه کارخانه های شما تدبیرها برای بی‌خطری تکنیکی هرچی امکان دارد اندیشیدند، ولی با وجود این حادثه های ناخوش به هر نوع پیدا می شوند. ولی اگر ما این حادثه ها را پنهان داریم، حادثه های دیگر را پنهان داشتن نمی توانیم. با این ضرورت هست؟ من اکنون خوب فهمیدم که برای چی تو را یوسف همچون ادوکات انتخاب کرده است. معلوم می شود که تو شرکت یوسف را همین طور راهبری می کنی، همین طور نه؟ نمی دونم. من تنها اندیشه‌ام را گفتم.
با یوسف هم همین را گفتم. بسیار خوب، اگر به چیزی اعتماد داشته باشی اصرار کردن را فراموش نکن. من همیشه به فراست زنها اعتماد دارم. یک لحظه گوش میکنم. خانم آسیا اومدن جناب. خانم آسیا؟ بله جناب. شد، فهمیدم، انتظارم. خوب، من میروم مسئله رو حل میکنم. سلام. سلام، شما خانم آسیا ها؟ بله، با فکرم شما دوست یوسفید. عذرا، از چی نسایی شدم؟ من هم با شما براری کور. با تو هم. مرا ببخشید که شما را ششتا پیشواز گرفتم. خوش آمدید. تشکر، خدا شفا دهد. چی شد؟ یک نابراری شد، گذشت. از آن روزی که با ما همکاری را قطع کرده دیگر هیچ وا نخوردیم. راست گفت، این تشریف شما مرا بسیار خرسند کرد. تشکر، لطف شما زیاد است. وقت زیادتان را نمیگیرم. از این پس در استانبول میشوم. یک پیشنهاد خوبی شده است. این بسیار خبری خوش است. یک موضوعی هست که آیدی اون با شما مصلحت کردنیم. البته، من بسیار میخوام که با شما کمک کنم. مثلا نام یک شرکت نفتی با ما خواهش کار کردن دارد. برای درباره آنها معلومات گرفتن شما رو ناراحت کردم. قبلا با شما در خرید و فروش همکاری کرده بودند. درست گفتید، اما من حالا چیزی در خاطر ندارم. با من کمتر وقت دید، من کمک کرده میتوانم. بسیار سرکار که بودید، نخواستم شما رو تشویش دهم. و خواهش میکنم، هیچ گپ ندارد. نامش رو اگر ممکن باشد یک بار دیگر تکرار کنید. مسال پترول. مسال پترول. خوب، من حاضر سپارش میدهم. پیرامون این شرکت هر نوع معلومات که میخواهید حاضر میکنند، پروا نکنید. تشکر زیاد. ببخشید که شما را ناراحت کردم. برآمدنی از عذرا را که دیدم گمان کردم که تنهایید. گفتنی بودم که وقتی جلساتان فرا رسید. من وقت شما را دیگر نمیگیرم. فردا یا بتر با شما در تماس میشوم. تا جایی که من فهمیدم شما شتاب دارید. من این کار را نیمکالا نمیمونم. تا بگاه همه چیز را میفرمایم آماده میکنند. این طور باشد بگاه باز بیایم. من پس از جلسه شرکت نمی آیم، اما اگر خواهش می داشتید همراه یگانجا خوراک شام می خوردیم. پیرامون آن سازمان مخفی چی می دانید؟ همه چی را می دانم. به من هم بگویید، تو من هم آید انسان هایی که به تقدیر من ارتباط دارند همه چیز را دانم. زمانش که رسد آنها را میشناسی و همه چیز را میفهمی. شما هم یکی از آنهایید؟ برای آنها کار کردم، پس آن یک مدت سرورشان هم بودم. یعنی درون نقشه هایی که به من ارتباط دارند شما هم بودید؟ نه، آن برنامه اصلا اکبه یک عملیات مستقل بود. هر چیز را میدونید و اما چیزی که در میان خودتون به وقوع می آید نمی دانید. همین طور انتظارید که من به این باور کنم؟ خواهی باور کن نخواهی نه، سیستم همین طور عمل می کنند. بعضن برخی ها نقشه می کشند تا با حیات دیگران بازی کنند. خوب، آید من چی می دانید؟ پسر فهمی نیستی،
نام پدرت پنهان داشته می شود. مادرت زینب آغوز است و بعدی تولد تو را پرتافته رفته است. مدامی که از مادر من آگاهید، پس در آغاز این کار شما هستید. من آغاز این کار نیستم، انجام می‌دهم. من آن را آغاز نکردم، اما انجام دادن آن به ذمه من افتاد. من بعضی چیزهایی را که باید دانی می‌گویم تا در نقشه‌های آینده‌ات موفق شوی. من پروا ندارم که این نقشه ای کیست. وقتی که این نقشه را تنظیم دادند، کسی از من اجازت نپرسید. کار تو به اینجا رسید. اگر کار دوام یابد، یک چیز رو باید معلوم بکنم. چرا؟ من از شما جواب یک سوال رو میخواهم که رگ و پی مرا تو امروز خراب کرده است، اما تو امروز جواب آن را از کسی نپرسیدم. پدری من کیست؟ میدونید؟ میدونم. گفتوشنید رو من خودم میکنم. راسکولنر گپش میستد. اهده برای شما مرا به حیرت آورد آقای کنان. مرحمت، نشینید. دوست دیرینم راسکول، با من سلام نمیکنی؟ پیش از گفتو شنید یکان چیز سپارش دیم؟ باشد، هوای گلوگاه اشتهایم را کشاد. این یکی از جایهای دوست داشته ترینی من در استانبول است. امیدوارم که تمام به شما خوش می آید. راسکول، هوای استانبول به تو نفرید. در گذشته ما تو با یک ششتن یک وساله را می خوردیم. راسکول به هوای تازه می براید. مادامه که خوراک آمد، با گفتوشنید آغاز میکنیم. پیشنهادی شما رو قبول میکنیم. پول به صورت حسابی که به شما کشاده میشود میگذارد. من باور داشتم که این پیشنهاد را میپذیری. اما شرطها تغییر یافتند. نیروی را که شما دارید و ضرر را که به من رسیده، یک بار دیگر اندیشیده، با خلاصه آمدم که 50% برای من کم است. من 80% پول را می خواهم. آخر مصلحت کرده بودیم کو. عهدنامه شکستن هم دارد. باید این را از اول می گفتی. آنگاه به اینجا نمی آمدی. ما که به اینجا آمدیم
گمان میکنی که پیشنهادت قبول شد؟ راهی دیگر را من نمیبینم دوست جوانم. من دیدم که شهرت برای شما از پول هم مهمتر است. اکنون گفته ایمه را میکنی، رسکل را راضی میسازی و آن مقدار پولی را که من میخواهم میدی. حاضر به تو میگویم که چی میشود. از آن سازش نامه تماما رو میگردانم. این را کرده نمیتوانی، هیچ امکان ندارد. کاری نیست که امکان نداشته باشد. حالا از اینجا هیچ چیز نگرفته میروی و دیگر هیچگاه نه رنگ و رویت رو بینم نه آوازت رو شنوم. این چطور می شود؟ اگر به افاقه نرسیم و من از این میز برخیزم، کار تو تمام است. اکنون از این میز خیسته نمی توانی، کار تو تمام. کار رو با مسئلت انجام میدی هم گفته بودی. آقا، صفیه رفته است. کجا رفته است پوساد؟ ما یک دهه را به این نزدیکی از محاصره آزاد کرده بودیم، برای شناسایی همانجا رفته است. چه خیل با اونجا رفته است؟ شاید یکان سربازی ما او را برده باشد. آره، بسیار اصرار کرده است، بعد او را بردند. به خوف است آخر اونجا؟ آن دهه ها خطر ندارند، مدت در راه هم خطر تهدید نمی کند. اما از هر جا می تواند هر کسی پیدا شود. خدا دیدی کو. با اون ده چطور رفتن ممکن است؟ برای این حقیقت را حاضر فهمیدن شاید موید نباشد. اگر فهمی هم آن را قبول کردن برای دشوار می شود. اما هرچه هست میگویم. چون که من هم حقیقت‌های حیات خود را دیر فهمیدم. انسانی که هر دو همراه راه میپیمودیم آن حقیقت را از من پنهان داشته است. این بسیار وزنی، بسیار جانکاه بود. بنابران نمیخواهم که تو هم عذاب بکشی. تو حق داری که حقیقت را بدانی. سر این مسئله اندیشه کرده علاجش را میابی. گوید شخصی که تو می جویی منم. نفهمیدم. او منم. شماید؟ آره. شما
همه اتون دیوانه شدید. مرا فریب دادید. شما از اول می دانستید. گفتم که نمی دانستم. هرچی خواهید گوید. دیگر به هیچ سخنتان باور نمی کنم. همه این غیر سفسطه دیگر چیزی نیست. کمی فکر کن. پس آن صحبت می کنیم. فکری کرده دیوانه می شوم. آن زن مادرم بوده است. شما باشید. در این عملیات مرا همچون روبوت استفاده کرده اید. یوسف، مسئله چنانه که تو میگویی نیست. دیگر با من دروغ نگوید. شما برای من هیچ کسید. بعد از این دیگر با من روبرو نشوید. وقت داره تا که بیای ارهان. جناب، از سوریه یک اخبارات بسیار مهم گرفتیم. بگو محسن. یک گروه سلاحداری که 100 کس شامل آن بوده است از مرز سوریه وارد ترکیه شده است. درفش سیاه یک تعداد کلانش را نیز کرده است، ولی به تخمین ما یک گروه خورد شاید وارد ترکیه شده باشد. در داخل آن سنایپریستان ماهر بودند. و باز آقای صادق زنگ زد. من مشغول گفتمش. یگان چیز گفت؟ تنها سلام بگو گفت. چیز دیگر نگفت. جاهید کجاست؟ صفیه برای کمک گریزه ها سوریه گذشته بوده است. جاهید هم همونجا رفت. مایلش. آقای پولاد قبول میکرده باشند؟ شخصا به خودشان آیدی وقف معلوماتی رو باید بیرسانم. کمی بدتر میرسانی حسنا. حاضرکه بسیار خاطر پریشان است. با مسئله های سوریه مشغول است. ولی این مشکلی با آینده جوانانمان ارتباط دارد. در باره جوانان باشد با من بگو پسرم، چون که روحم هنوز 10 سال است. این رو که میدانی. بیا گذار اینجا. اینجا بیا. خانم، امروز به وقت رفته بودم. یک مدت است که در بیمارخانه امان برای آدمان احتیاجمند کمک می رسانیم. یک زنی پیری بیمار که آنجا تبابت می گیرد با نبیرش صحبت کرده می گیریست. من همانا فهمیدم که در اینجا یگان گپی هست. حسنو، این مسئله خلاصه ندارد. مختصرکت نقل کن قربانت شوم. من معین کردم که در محله جوانان با قماربازی مشغول هستند. بشرف ها انسان برای که پول آسان به دست می آید زود میل می کند. این قماربازان برای پول کوچک ملت را به نیستی بردن پسرم. برای ثروت شده همه را استفاده می برند.
حتی کودکانشان را هم. افسوس، تو همین مسئله را مفصل به من فهمون. اول شما به قرار آیید. آقای ایرهان میگویند که گب را کم کن، شما باشید مفصل نقل کنید میگویید. کنی گب زن. گب زن آخر. خوش آمدی استا، بفرما. برای کار آمدم. همراه کارهای خوب میکنیم. با سر میکنیم. شتاب نکن، وقت داریم. بسیار میشود که صحبت نکردیم. از موضوع تب دل تو، از موسیقی آغاز میکنیم. نوت دوست داشته تو چی بود؟ پی به نال. سرحدهای محتشمی گذشته بغداد. آید با موسیقی صحبت کردن را نه، بلکه گوش کردن آن را دست میدانم. گوش میکنی دوستم. باغ و بستانهای مثلی باغی ایرمی بابود را از نو برقرار میکنم. تو آنجا هم سیر دنیا میکنی، هم موسیقی گوش میکنی. در شایگری من همه رنگ و نوا هست. اما خود شایگری نیست. آرزوهایم را عملی کردن دارم استا. با من هستی؟ در باغهای تو انگور هم میروید؟ البته. همسرتان رو کی گم کردید؟ روزی تولد یوسف و کنان. شاید به مادر کلون کردن آنها دشوار بود. البته اولها به من خیلی گران بود. آنها را از شفقت مادری محروم کردن جگرم بسیار می سوخت. البته همه چیزی که از دستم می آمد کردم، اما می دانم که جای مادر در دل آنها خالی است که خالی است. اگر در تربیهشون یکان کم بوده باشد، گناهکار البته منم. این طور نگویید. تا جایی که من یوسف رو می دانم، او خیلی فرزندی مهربان است، باور کنید. اصلا هر دوی فرزندتون تربیه خوب گرفتند. کم نشوید. واقعاً کدامی از آنها رو تربیه کردن دشوارتر بود؟ یوسف بسیار دشوار بود. هیچگاه نمی فهمید که چی اندیشه در سری اوست. تشویشی اگر داشته باشد با کسی نمی گوید. احساسات خود را همیشه از دیگران نهان می دارد. اگر از مقصد او پی برده باشی، او طوری با نمود می کند که مسئله چنان نیست که شما درک کرده باشید.
یعنی که برای فهمیدن یوسف باطن او را خوب شناختن لازم بوده است؟ اینا نمیتر. من با دلتان نزده باشم؟ برعکس، فرزندان خود را خوب شناختنی پدر مرا خیلی متوجه کرد. خیر، اکنون شما درباره خود بگویید. مثلا تا امروز چی کارها کرده اید؟ شما فرزند دارید؟ نه. اما اگر یکان پسر مثل شما مادری نازنین می داشت، واقعا افتخار می کرد. خوش آمدید میروان. سلامت باشید و چرای قدر سرد پذیرایی دارید؟ امروز روزی اتحاد نیست مگر؟ این جلسه را ما بخاطر آینده کردنیم، اما گذشته هیچ فراموش نمی شود. تو گذشته را فراموش کن، من هم فراموش میکنم، وعده میدیم. تشکر، بفرما. برادرانی عزیز، از همه شما سپاسگزارم که پیشنهاد مرا پذیرفتید و به اینجا آمدید. شمایان را برادر میگویم، چون که قبیله های ترکمن و کرد و عرب برادران اسلامی اند. ما همه برای خاموش کردن آتش کینه و عداوت اینجا آمدیم. خدا یاور ما بود. آمین. شما قانون و قاعده، رسم و رسوم قبیله را می دانید. هر کی اینجا پشت میز نشسته است، مهمان من است. میانی برخی شما شاید کسانی باشد که هنوز هم به دیگری خصومت داشته باشد. اما اینجا پیش من همه معتبر است. در زمین من کسی کسی را ضرر نمی رساند. بسیار می خواستم که بعد این جلسه ما صلح ماندگار و جاوید بماند در این منطقه. سالیان دراز به سبب جنگ، قتل عام‌ها، بدبختی های دیگر، ما بر علیه یک دیگر استادیم. اکنون زمان اتحاد فرا رسید. حاضر باشد دوست و دشمن را جدا کنیم و
در یک صف با هم اتحاد بکنیم. آره، زمان اتحاد است. دیگر مجال جنگ کردن نداریم. نیست با دشمنی. در رویاروی ما باز مشکلات های دیگری هست. مبارزه های سیاسی، اقتصادی، نظامی هست که ما برای بردن آنها به هر گونه یاری محتاجیم. به منطقه ما با پیشنهادهای مختلف هم می آیند که ما باید آنها را میانی هم دیگر بررسی کنیم. من هم اکنون شما را با کسی شناس می کنم که برای برگزار کردن این جلسه خواهش بیشتری داشت و همچنین میانجی برای آوردن برخی اشتراک داران هم سهم گذاشته است و یکی از کارچلان های فعال منطقه می باشد. محترم فردیناند. بفرمایید فردیناند. سپاسگزارم. خلاص در این جلسه تجسم آرزوهای خود را میبینم. دوستان عزیز، من این روز را سالیان دراز انتظار بودم. وقتی که من از پیش خریطه منطقه شما میگذرم، آرزو میکنم که کی حدودهای شما با هم اتحاد میکنند. حالا شما بیش از هر وقته به اتحاد بستن نزدیکتر شده اید. شاید شما حیران شده باشد که من کیستم. نامم فردیناند، سازمان داده سینیتیاتیو. شاید در این باره شنیده باشید. یک شرکت عالمگیری بسیار پیروزگر است، ولی برای من تنها یک نقلیات است. من به پیروزی های تجارتی اعتبار نمی دهم، تنها به یک چیز اهمیت می دهم: تقدیر انسان ها. همه چیز اینجا از اعمار بابل آغاز می شود و می خواهم که با نام او هم به فرجام رسد. من فردیناندم که با مردم این منطقه صلح می آرم. برای آوردن این صلح میلیون ها آدمان را کشتی. من پولاد علیمدار. مقصدم این است که تاریخ تکرار نشود. ابلشاب رایشته تقدیم میکند. تقدیمات از ابلشاب رایشته. ابلشاب رایشته تقدیم میکند.